خب این بحث آرتروز ما خیلی مثل اینکه که طرفدار پیدا کرده گویا خیلی از عزیزان دچار ناراحتی مفاصل هستند و یا به هر حال آرتروز و یا مواردی که مربوط به کانکتیو تیشو میشه یعنی ربات ها و یا تاندون ها و مفاصل و غیره که در چندین جلسه مواردی رو و نکته هایی رو خدمتون عرض کردم یکی از موادی که بسیار میتونه کمک بکنه علاوه بر موادی که قبلا خدمتون گفتم اومگا 3 و بقیه اومگاها ها هستن متاسفانه اکثر ماها فقط یه اومگا 3 رو میشناسیم و یا شاید اومگا 6 رو هم تا یه حدی میشناسیم و بعضی ها اومگا 9 رو هم میشناسن که اومگا 9 توش اولیک اسید هستش که از روغن آلیو میگیرن یعنی روغن زیتون و امگا 3 هم که خب امگایی هستش که از ماهی ها میگیرن و امگا 6 هم روغنی هستش که معمولا از غلات میگیرن به خصوص مثلا چیزایی مثل فلکس و یا همپ و که همون شاهدونه خودمون باشه ولی علاوه بر امگا 3 امگا 6 و امگا 9 که شما شنیدین امگا 3 امگا 5 امگا 6 امگا 7 امگا 9 امگا 10 امگا 12 امگا 15 و امگا 17 داریم که تمام اینها اگر شما یک غذای سالم از ماهی ها داشته باشین و از قلات به خصوص قلاتی مثل سیاهدانه و فلکس که همون تخم کتان میشه چه روغنش و چه خودش رو آرد کنین و مصرف کنین و به خصوص روغن هایی که اولیک اسید دارن مثل روغن زیتون که یکی از سالم ترین روغن ها هست البته نباید سرخش کنین بهتره که اونها رو بعد از اینکه غذا رو پختین و سرو کردین اضافه کنین بهش میتونه کمک بکنه پس این اومگا ها درست مثل اینه که روغن میزنن به مفاصل شما مثل چرخیه که بهش روغن بزنید و خیلی زیاد میتونه کمک بکنه مصرف ویتامین دی رو هم خدمتون گفتم یک ماده دیگه که خیلی بعضی موقع ها نادیده گرفته میشه سلفور هستش که اینجا به عبارتی بهش میگن MSM که در بسیاری از ساپلیمنت هایی که برای مفاصل هست وجود داره همون گوگرد و سولفور هر دو یکی هستن به خاطر همین هم هست که میبینید بعضی از کشورها آبهای معدنی گوگرد که دارن یکی از پرطرفدارترین جاهای جاهایی هستش که اشخاصی که ناراحتی های پوستی و به خصوص ناراحتی های مفاصل دارن به اونجا رجوع میکنن موادی که درش گوگرد و یا سولفور زیاد وجود داره پیاز هستش سیر هستش تخم مرغ هستش و به هر حال بعضی از قلات که اینها میتونن کمک بکنن البته بیشتر از هر چیزی همون پیاز و سیر هستن که مملو از مواد گوگردی هستن به صورت MSM MSM هم این اینها رو تهیه بکنید ولی خیلی بهتره که برای همه اینها و تغذیتون با یک متخصص تغذیه حتما مشورت داشته باشید